آموزش مجازی خب خوشبختانه دانشگاه ها، همه دانشگاه ها و خصوصا دانشگاه های قدیمی شاید بهتر، خیلی زود خودشونو با شرایط موجود تطبیق دادن و اجازه ندادن فعالیت های آموزشی در دانشگاه به تعطیلی بکشه. حالا بحث های تحقیقاتی اینا که جای خود توضیح دادم اونها فعاله، ولی فعالیت آموزشی ما متوقف نشد. تمام دروس 100% دروس ترم گذشته ارائه شد، حالا بعضیش با تأخیر بود که خب در تابستان جبران کردیم. سعی کردیم که خب طبیعتا مجازی جای حضوری رو نمیتونه بگیره، ولی با تلاش بیشتر اساتید و دانشجویان تا حد قابل قبولی جبران شد و حتی بعضا دانشجوهایی داشتیم که معتقد بودن کلاس از حضوری هم بهتره، ولی در مجموع خب طبیعه که آرزو میکنیم که مجددا دانشگاه باز بشه و مثلا حیات دانشگاه به حضور دانشجو، خصوصا دانشجو هست و به تبع دانشجو اساتید و کارمندان فعالتر هستن، ولی در هر صورت فعالیت ها ادامه پیدا کرد متناسب با دستور عمل هایی که هست. ما هم برنامه هامون رو تغییر میدیم، ولی در این حال مترصد این هستیم که در اولین فرصت دانشجویان حضور پیدا کنن و حتی تا پایان ترم اگه یه مقدار وضعیت بهتر شد حضور پیدا کنن و ما از نزدیک آشنا بشیم. تا مادامی که به این صورت هست، حالا شدت و ضعف داره دیگه، اگر یه مقدار بهتر بشه، حالا کاملا برطرف نشه، ما بخشی از دروس و برنامه داشتیم که حضوری بذاریم. خب ما ترم گذشته امتحانات رو مجازی برگزار کردیم و از اونجایی که سنجش دقیقی نیست در مجازی، واقعا حتی اگه خیلی زیرساختای قوی داشتیم میتونست بهتر باشه، ولی در همه دنیا هم که زیرساختای بهتر از ما هم دارن، اونها هم وقتی که گزارش ها و مقالات رو میخونیم میبینیم که در مورد آزمون مشکل دارن. برخی از کشورها هم مثل آلمان شنیدم که به هر حال به هر ترتیب امتحاناتشون حضوریه، یا خیلی از کشورهای اروپایی دانشگاه‌هاشون رو من دیدم که حضوری هستش، آموزش مجازی برگزار میکنن ولی امتحان در هر صورت حضوری هست. ولی نمره برای خیلی از دانشجوها مهمه، یه سری دانشجوها ممتازن میخوان، مهمه براشون که به ممتازی برسن، بعضی از دانشجوها میخوان تغییر رشته بدن، باز نمره براشون مهمه، بعضیا برعکس مشکل معدل دارن و اخطاری هستن باید جبران کنن، اینها به هر حال متضرر میشن. به همین دلیل هم تمام تلاشمون این هست که در ترم جاری ما امتحانات رو به هر ترتیبی که هست حضوری برگزار کنیم. طبیعیه که سفرهای مقدار برای دانشجویان شهرستانی مشکل تر میشه، اولا امتحانات رو در به جای 2 هفته داریم در 4 هفته به احتمال زیاد برگزار خواهد شد که تراکم رو کمتر داشته باشیم. در هر صورت مقاطع کارشناسی از تحصیلات تکمیلی جدا میشه و اگرم کسی نمیتونه حضور پیدا کنه در دانشگاه، در شهرستان خودش بتونه همزمان به صورت حضوری امتحان رو داشته باشه. با دانشگاه‌های صحبت کردیم، با مراکزی که با جاهایی که به هر حال مراکز پراکنده‌ای در سطح شهرستان‌ها دارن داریم صحبت می‌کنیم که قراردادی رو منعقد کنیم که در واقع از همینجا یک ساعت قبل حالا اون ورقه امتحانی ارسال بشه از طریق شبکه و در اختیار دانشجو قرار بگیره. ممتحن هم اونجا حضور داره، همزمان امتحان گرفته بشه، در پاکت دربسته گذاشته بشه، برای استاد در تهران ارسال بشه. بالاخره در غیر حضوری زمینه تقلب حضور وجود دارش، حالا طبیعتاً
قطعا هم من فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق دانشجو دنبال این نیستن. خود منم که امتحان میگرفتم واقعا برداشتم این نبود و خیلی از اساتید میگن ما متوسط نمرمون فرقی نکرده. اینطور نیست که همه نمره عالی بگیرن، نه، میگن ردی هم داشتیم. و خب این نشون میده که تا حد قابل قبولی سلامت هست، ولی حتی به ندرت هم بخواد اتفاق بیفته یا دانشجوها اطمینان نداشته باشن. ببینید رقابت دیگه، مثلا میخوان دانشجو ممتاز اگر میخوان بشن رقابت بینشون، همه که نمیتونن ممتاز بشن، بالاترین معدل ها میان و میتونن بدون کنکور مثلا به مقطع بالاتر برن. برای اینکه اطمینان خاطر هم باشه، خب ما باید یک شرایطی رو فراهم کنیم که این شبهه هم وجود نداشته باشه. بنابراین سعی میکنیم که فعلا در برنامه‌مون هست که اگر انشالله اتفاقی نیفته به همین شکلی که اشاره کردم حضوری برگزار بشه.